بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه سوم سپتامبر 2022 میلادی و برابر است با 12 شهریور 1401 خورشیدی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. سپاسگزارم از لطف و محبت یکایک که عزیزان که برای من پیامهای مهرآمیز میفرستند. عده‌ای هم که انتقاد میکنند در ارتباط با سخنهای من در ارتباط با برجام. برحال امروز راجع به برجام، اوضاع دنیا، تغییر تحولی که انجام شده و بعضی چیزهایی که واقعا جالبه که بدونید دوستان جایگاه و پایگاه ایران با توجه به اوضاع فعلی جهان. اما دوستان دو تا مطلب قبل از اینکه بپردازم، یکی این که اگر دوستی از لندن عازم تهران میشه ما ممکنه یک کامپیوتر کوچک برای انجمن توانبخشی نابینایان کرج میخواد یکی از دوستا بفرسته، اگه اونو بیارید ممنون میشم. پس بنابراین هر کی امروزا از لندن میاد تهران ممنون میشم با من تماس بگیره. سپاسگزارم از حمایت‌های شما، سپاسگزارم از کمک‌های همگی شما و از همکاری و همیاری شما در تمام زمینه. این فقط مخصوص ایران دوستان هستش. اما دوستان تمام روزنامه‌های امریکا، یعنی دیگه تمام، من اونایی که خوندم تقریبا همش به دو تا چیز پرداختن. یکی این که برخورد نیروی سپاه در دریای سرخ و ارتش جمهوری اسلامی در دریای سرخ با گرفتن پهپادهای شناور امریکا، یکی هم این که جوابی که ایران به این برجام داده اونم خیلی جالبه. حالا همه اینا رو به شما میخوام صحبت کنم و جایگاه و پایگاه ایرانو. اولا کلیه روزنامه های امریکا که این مسئله را پرداختن گفتن که آره یه شناور امریکایی در دریای سرخ ولو بوده، بعد ارتش ایران این شناور رو به دست میاره. امریکایی ها میگن که برخورد ایرانی ها بسیار حرفه‌ای بود. ما با اینا صحبت کردیم و گفتیم که آره این مال ماست. خلاصه بعد از دو سه بار صحبت و اینها آزاد کردند و ما اینها را یدک کشیدیم و برد. نشونه چیه؟ یعنی که ایران در جایگاهی هست که باید باهاش صحبت بکنی، مذاکره بکنی، چیزی که میخوای. و امریکا هم میدونی اینو تشخیص داده و روزنامه هم دارن مینویسن و حتی یه مقام پنتاگون که نمیخواست نامی از او برده بشه میگاره ما تمام حرکات های اینا رو داشتیم ولی دیدیم آره ممتاز. یه چیزی گفتن این خیلی جالبه، میگه که برخورد نیروی دریایی ایران یعنی ارتش خیلی حرفه‌ای تر از نیروی سپاه. میاد باشه سپاه انقلابی عمل میکنه ولی در هر صورت اتفاقی نیفتاده، اینا اومدن گفتن اینا مال ماست و ایران هم اینو تشخیص داده که اونجا مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد آب یعنی اون منطقه به طور کلی عملیات ایرانی ها، یه عملیات منطقه تشخیص دادن که اون چیزی که نباید انجام بدن خب ایرانی ها جلوشو گرفتن. برسه با سلام و صلوات تموم شده و رفته. اینجا یادتون باشه دوستان میتونم بگم که کاملا تاریخ داره تکرار میشه. در سال 2015 که فکر میکنم اون موقع نمیدونم برجام امضا شده بود
یا در حال امضا شدن بود. همون موقع ملوان‌های امریکایی که می‌گفتن به طور تصادفی راهو گم کرده بودن و توسط نیروی دریایی سپاه اینا همه دستگیر شدن. بعد همون موقع آقای کری امتیاز بزرگی در امریکا به دست آورد. گفت ببین الان ملوان‌های ما اونجا دستگیر شده توسط امریکایی‌ها، ولی چون ما ارتباط داریم، ارتباط تلفنی داریم، بلافاصله من به وزیر خارجه وقت آقای ظریف زنگ زدم، گفتم ببین داستان اینه، اینا گم شدن، هیچ هدفی نداشتن، ظرف 24 ساعت ایران اینا رو آزاد کرد. خب بحث بر سر اینه که مذاکره، صحبت، و حالا اونا واقعا گم شده بودن، هدفی دیگه ای داشتن، حالا ما به اونا نمیپردازیم چون اطلاعات کافی نداریم. آره، این که میگم که تاریخ تکرار میشه، منظورم این بود که جان کری میگفت ملبانهای ما توسط نیروهای سپاه ایران دستگیر شدن که اونا گفتن که اینها راه گم کرده بودن، گم شده بودن به همین خاطر، ولی منظوری نداشتن که وارد آبهای ایران بشن. ولی با یه تلفن ظرف 24 ساعت ایرانم حالا به هر دلیلی یا به خاطر برجام یا تشخیص دادن که به هر حال ایران این قدرت رو داره، کسی که وارد حریم ایران بشه بگیره، بعدش هم که با معذرت خواهی و مذاکره آزادشون بکنه. این کار کرد. همین کار هم الان انجام شد. حالا این باد ملبان نبود، منتها پهپادهای بدون ملبان بودن روی شناور. آیا اینا به هم ربط دارن؟ نمیدونم، ولی برای من خیلی جالب بود در اون موقع که اون اتفاق افتاد زمان آقای اوباما، حالا این اتفاق افتاده زمان آقای بایدن. پس بنابراین دیدگاه های رسانه های امریکا به عنوان یک انسیدنت به این نگاه کردن، یعنی به عنوان یک چیزی که اتفاق افتاده و گفتگویی که بین نیروی دریایی امریکا با نیروی دریایی ایران انجام شده، این مسئله حل شده. خب و اما برگردیم به برجام. میدونی که جواب ایران پنجشنبه به امریکایی ها داده شد توسط اروپایی ها. در ابتدا امریکایی ها گفتن که آره چیزایی که ما دیدیم بیشترش خوبه، اوکیه، ولی باز یه سری چیزایی هست که ایرانی ها باز کنار نمیان. نشریه اکسیوز دیروز دوم سپتامبر 2022 مطلبی نوشته بود در همین رابطه، چون اکسیوز یه مقدار میسین که دسترسی داره به بعضی از افراد کلیدی، میگه که این مطلبی که ایرانی ها خواستن دوباره مطرح کردن، حالا نمیگه چه مطلبی، یکی دو تا مورد که امریکایی ها میگن اگه اینجوری باشه نمیشه، این عقب میندازه. بعد در گفتگویی با بعضی از دولت مردان امریکایی که از اون نام نمیبره، میگه که به نظر میرسه که برجام تا انتخابات نوامبر، یعنی انتخابات میان دوره مجلس نوامبر در امریکا امضا نخواهد شد. چون بعضی از چیزهایی که در ایران هم اونایی که علاقه آنچنانی به امضای برجام ندارن میگن که آره باید عقب بندازیم تا انتخابات ببینیم تو مجلس دست کیا میفته و فلان، بعد از اون ادامه بدیم. حالا این واقعیت داره یا نه نمیدونم، ولی این اکسیوس هم به این اشاره کرده از قول امریکایی، گفت به نظر میرسه این اختلافی که در همین جوابیه ایران، یعنی جواب ایران میگفت این بهترین راه حل و بهترین جواب بود ما دادیم و خیلی هم از خودمون با قول امریکایی فلکسیبلیتی هم نشون دادیم، جواب دادیم، و امریکایی ها با یکی دو تا مورد اینها مشکل دارن. نشون میده که آره این کشمکش ادامه خواهد داشت،
اگر گفته اکسیوس درست باشه، نشریه اکسیوس، پس این در چند روز آینده امضا نمیشه. حالا الان میدونید سپتامبر، ماه بعد اکتبر، نوامبر که دوم سوم نوامبر هم که انتخابات. پس بنابراین دقیقا دو ماه دیگه انتخابات میان دوره مجلس های تا اون موقع این گفتگوها ادامه خواهد داشت فلان. و ضمناً دوستان بعضی از من ایراد گرفته بودن که آره شما طوری صحبت میکنید میخواید ما را به امریکایی ها بفروشید، نمیدونم شما طرفدار برجامید فلانید. من نمیدونم این دوستا یا منافع دارن تو این وسط یا نمیدونن، باید یکی از اینا باشه. چون تا زمانی که ما تو تحریمیم، عده‌ای در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم اینها استفاده میکنن، چون قاچاق میکنن دیگه، میگن ما دور میزنیم فلان. خدا میدونه که چقدر هزینه میشه برای مردم ایران، شما باید دور بزنید، هی پول بدید جاهایی، یا ما نمیدونیم که چقدر حیف میل میشه. یعنی آمارا هست، حالا من نمیخوام بهش بپردازم. بنابراین اونایی که با من تماس میگیرن آقا شما چی دارید میگید، من حدسم اینه که اینا یا منافع دارن که ایران تو تحریم بمونه و اینا استفادهشو ببرن، گور پدر بقیه ملت ایران که به هر حال از نظر خیلی از مسائل اگر برجام امضا بشه شاید راحت تر باشن. چون ببین دوستان، من بارها تکرار کردم، دولت آقای رئیسی هم خیلی سعی میکنه، ولی تا زمانی که قیمت‌های اجناس مورد نیاز مردم ایران پایین نیاد، اعتراض‌ها در ایران ادامه داره. اعتراض یعنی ناراضی‌ها. چون ببین شما اگر حتی خیلی از اینها که من توضیح میدم که آقا جان این قیمت اینه، ولی یارانه شما زیاد شده، کسی که تا دیروز انقدر میگرفت الان یارانهش بین 300 تا 400 هزار تومنه، چیه خانواده چهار نفری 1.5 میلیون شاید هم بیشتر ماهانه یارانه میگه، ولی اون به چشم دیده نمیشه. یعنی ببین میگه آقا اینها قیمت ها دیگون با یارانه هم گرفتی مقایسه کن، ولی نه. حتی توی خبرها بود بعضی از روحانیون قم، کسانی که واقعا درجه آیت الله هم دارن، اونا میگن که قیمت ها بالاست، تا زمانی که قیمت ها مهار نشه ما این مشکل خواهیم داشت. و دولت آقای رئیسی هم سعی میکنه، البته هدف اصلی اونها فعلا گرفتن دزد هاست. خدا رو شکر که اون فولاد دزدانکه مبارکه دستگیر شد. اونها چیز مهمیه، مجلس چند ماه روش تحقیق کرد و همه رو دستگیر کردن. امیدوارم هرچه زودتر اعلام بشه که پولا را چجوری از این دزدا گرفتن. اونها بخش مهم اداره کشوره، چون پولهای کلانی در اون هستش و مردم ایران اینا رو وقتی میشنون خب ناراحت میشن دیگه. میگه چجوری میشه یه نفر 3 میلیارد برای خودش حقوق میگیره در کشوری که حقوقا در کل 7-8 میلیون بیشتر نیست، 7-8 میلیون تومان، یکی میاد 3 میلیارد چیکار میکنه اون به جز دزدی اختلاس؟ ولی خوشبختانه این انجام شده و این به نظر من یک نقطه مثبت برای دولت آقای رئیسی. این یه موضوع. موضوع دومی که دوستان من بارها پیشنهاد کردم از همین میکروفون و توسط دوستای دیگه که با من هم عقیدم، میگن تا زمانی که خود دولت اجناس مورد نیاز مردم رو خریداری نکنه و با همون قیمت هم به مردم نده، این قیمت ها همچنان بالا خواهد بود، چون دولت میتونه کپونی بکنه و قیمت ها رو بیاره پایین. چون به هر حال مگر شما از بیت المال استفاده میکنی و اون بیت المال مال مردمه، همونطوری که دولت در زمان جنگ این کار میکرد الان هم بکنه.
چون تا زمانی که این قیمت ها پایین نیاد، من هر روز دارم میبینم دیگه دوستان، چون من اینجا زندگی میکنم، خرید میکنم، همه جام سر میکشم، ولی میبینم که کلن آدم ها سر قیمت ها نار، همه میدونی که با خیابون با آدم صحبت میکنه طلبکار و ناراضی هم. و دلیلش چیه؟ به خاطر همین قیمت هاست که آدم وقتی توضیح میده، یا مثلا فرض کن سوار اسنپ که میشه، راننده میگه آره وضع اینجوری همه جا گرونه فلانه، میگم خب وضع شما چی؟ میگه من وضعم بهتر بودی یه دفعه ورشکست شدم. آقا چیکاره بودی؟ میگه والله ما قبلا قاچاق جنس وارد میکردیم، خیلی وضعمون خوب بود، نمیدونم از کدوم کشور فلان اینا، بعد دستگیر شدیم، بعد دستگیر شدیم همه چی از دست ما رفت. خب معلوم با آدم هایی که قاچاق میکنن یه روزی دستگیر میشن. من به این صحبت کردم که آقا در امریکای لاتین هم خیلی ها قاچاق جنس میکنن، یه دفعه که دستگیر میشن تمام زندگیشون از بین میره. تو امریکا هم همینطور، اینجا هم همینطور. ولی دیگه اینا به اینجوری نگاه نمی کنن، میگه آقا قیمت ها گرونه و من میدونم هستش، و برای همین نمیگم دولت آقای رئیسی زمانی میتونه واقعا به یک نتیجه کلی برسه وقتی قیمت جنس ها در فروشگاه ها کم بید. قیمت جنس های مورد نیاز ها، نه اون چیزهای لاکچری، قیمت هم مواد غذایی، اینها باید دست دولت باشه. ما به قول معروف نمیتونیم منتظر بشیم که برجام امضا بشه فلان اینا، که اون میشه ولی دولت باید جلوتر انجام بشه. و ضمناً دوستان، برجامی که بعضیا نگرانن، من اصلا نگران نیستم. دولت آقای رئیسی امضا بکنه حتما به نفع ایرانه. حالا بعضیا میگن آقا اینا به ما کلک میدن، فردا از برجام میان بیرون. خب بیان، مگه ترامپ از برجام اومد بیرون الان چی شد؟ این امریکایی هستن اصرار میکنن دوباره میخوان برگردن برجام، همه دارن اینجا، یعنی نشون میده که ایران این قدرت رو داره اگر اومد. واسه همینه من در برنامه قبلی هم خدمتتون گفتم این برجام و اندازه گیری کارش و عملکرد و راهبردش گام به گام انجام میشه. در 165 روز ایران یه قدم ور میداره، قدم بعد مال اوناست، دوباره قدم بعد. بنابراین اینها راستی آزمایی که آقای خامنه‌ای بارها بهش اشاره کردن، این راستی آزمایی میشه. بنابراین من اصلا نگران نیستم که اگر برجام امضا بشه به ضرر ایران خواهد بود. ابدا اگر برجام امضا بشه مطمئنم منافع ایران در این برجام حفظ میشه و منافع امریکا هم همینطور، چون اونا هم به هر حال گرفتارن. بعضی هم میگن آقا شما چی داری میگی؟ ما بیاییم 50 میلیون بشکه را بفروشیم، قیمت نفت رو بیاریم پایین، بعد امریکایی اونجا حال کنن چون انتخاباته. عزیز من، شما وقتی نفتتو میفروشی در بازار آزاد، قیمتش رو بازار تعیین چیز میکنه. شما احتیاجی میگه آقا من قیمت نفتم اینه، هر که دوست داره بیاد، چون قیمت نفت با اوپک کشورهای دیگه هم اونجا هستش، اونا هم اجازه نمیدن. پس بنابراین این در کل از نظر اونها برای مهار روسیه هستش، خب معلومه، ولی اون چیزی که برای ما مهمه منافع ایرانه. آیا منافع ایران در اینه که الان امضا بکنه؟ به نظر من بله. چه چیزایی را در نظر میگیرن؟ به اندازه کافی عقل و شور و همه کارشناسان هم دارن. فکر میکنی چرا تا الان نتونستن اینا برنده بشن؟ دلیلش هم ساده است، برای اینکه کارشناسای ایران، مقامات ایران، اونایی که در دایره قدرت تصمیم گیری هستن، میشینن راجع به این فکر میکنن، حساب کتابشون، میگه آقا ما این امتیاز میدیم، این امتیازم میگیریم. از نظر من کشورها برای منافع خودشون تنها رایی که انجام میدن همینه، چه ایران باشه، امریکا باشه، اروپا باشه. اگر کسی بخواد برای ایران کلک بزنه و نارو بزنه، ایران هم همون راه میره. این میگه آقا ما چی کلکی میخوایم بزنیم؟ آقا منظور من نیست که کلک، اونا یه چیزی میخوان، میگه آقا در مقابلش ما اینو میخوایم.
ایران گفتش که آقا ما سپاه رو ازش گذشتیم، میخواین جز تحریم تروریستی گردن، اشکال نداره، سپاه احتیاج نداره، کارش انجام میده. ولی میبینیم که در دریای سر با سپاه حرف میزنن. یعنی چه؟ یعنی سپاه این قدرت رو داره و اونها این تشخیص رو دارن. پس بنابراین اون مهمه. حالا ایران اومده گفته آقا این چیز اتمی که برای ما صهیونیستا درست کردن به درد نمیخوره، این علکیه، باید این رو بردارید. بحث بر سر اینه و مسائل دیگه. بنابراین من ابدا به هیچ وجه نگران نیستم اگر برجام امضا بشه به نفع ایرانه، اگر امضا نشه ایران همینجوری که هست که میمونه. پس بنابراین ضرری در کار نیست. فقط اون چیزی که مهمه طریقه پیاده کردن همین قرارداد برجام. خب دوستان یه مطلب دیگه خیلی جالبه بهش توجه بکنید. همونطور گفتم بارها کشورها صبح تا شب ارزیابی میکنن در رابطه با منافع. روزنامه جروسلم پست امروز یه مطلبی داره به قلم یکی از مفسراش، میگه که آقا در اکثر خانواده های اسرائیلی سر سفره غذا بحث بر سر اینه که آقا ما باید چیکار بکنیم، چون روسیه به ایران نزدیکه و اینها دارن یه کارهایی با هم انجام میدن که ما احساس خطر میکنیم. یه زمانی بود که ما هیچ مشکلی نداشتیم. چرا؟ چون احساسمون بر این بود که دنیای غرب به رهبری امریکا تمام کنترل دنیا را داره و ما نگران نیستیم. الان امریکا کنترلی در کار نداره، دنیا از دستش در رفته، خیلی چیزا به هم ریخته. بنابراین ما باید برای خودمون یه کارایی بکنیم. نمیتونیم فقط امیدمون بر این باشه که امریکا میاد و ما را نجات میده. یعنی نشون میده که خانواده های اسرائیلی بنا به نوشته این مقاله نگرانیشون اینه که همه چی از دستشون در رفته، چون اونا همه امید و آرزوهاشون، گفتم من بارها، خیلی ها به من میگفتن نه همه چی امریکا دست یهودی هاست و فلانی، نه این خبرها نیستش. اگر بود اون دو سه اگزمپلی که قبلا بهتون گفتم فکر کنم کافی باشه. از این خبرها نیستش. اینها توسط امریکایی ها حمایت میشدن، هدایت میشدن، منافعشون حفظ بود. امریکایی ها این کار میکردن، نه که یهودی ها امریکا رو بگردن. الان میگه نه آقا دنیا از دست امریکا در اومده دیگه، دنیا رهبری امریکا رو نداره. حالا چین و روسیه و ایران این کار رو دارن انجام میدن و ما اینجا مشکل داریم، احاطه هستیم از طریق اینها. این نگرانی اسرائیلی هاست. و اما دوستان خیلی مهمه بدونید، من بارها صحبت کردم، کشورها برای منافع خودشون تصمیمایی میگیرن و برابر اون منافع میرن جلو. و بعضی ها در ایران یا ایرانی ها اینگونه به این مسائل نگاه نمی کنن، فکر میکنن که اوه نمیشه. حالا ببین یه نمونه، روزنامه الیوم چاپ مصر خب اومده نوشته که روسیه فکر کرد در کوتاه ترین مدت با حمله نظامی به اوکراین هم کنترل نفت و گاز اروپا رو به دست میگیره و هم غلاتو، و برای موقت هم پیروز شد، ولی از حالا به بعدش گرفتار و نگرانه، برای اینکه روسیه جزء تحریمه و خیلی چیزها در اونجا به هم ریخته و روسا نمیدونن چیکار کنن. میگه در همین اشکالات روسا دست به اقدامی زدن که بلکه بتونن قسمت‌هایی از اقتصاد به هم ریخته تحریم خودشون را اینجوری جبران کنن. حالا چیکار کردن روسا؟
به نام نوشته این روزنامه، نه اتفاقا روزنامه های صهیونیستی هم باستاب دادن، خیلی جالبه. میگه روسا اومدن یک تبلیغات ویدیویی آنلاین درست کردن که در تمام اروپا داره پخش میشه. حالا این تبلیغات چیه؟ میگه مردم اروپا، شما تا 2-3 ماه آینده دچار یک گرفتاری کمبود سوخت خواهید بود و در سرما خواهید لرزید. گرانی از یه طرف، کمبود سوخت از طرف دیگه و نبود خیلی چیزهای مورد نیاز شما، شما در عذاب و در مضیقه خواهید بود و در زندگی فلاکتبار. چرا میخواهید این کار؟ ما برای شما راه حل داریم. شما میتونید دسته دسته به روسیه مهاجرت کنید. در روسیه شما نه کمبود بنزین دارید، نه کمبود گاز دارید، قیمت ها پایینه، مخارج پایینه، اینجا میتونید در یک کشور بسیار تاریخی با فرهنگ قدیمی زندگی بکنید، میتونید اینجا حال کنید، ودکا بخورید و زیباترین زنها هم اینجا منتظر شماست. اینا روسا دارن میگن، دوستان، این واقعیه. حالا اگر یک همچون آگهی ایران انجام میداد، خدا میدونه که چه چیزایی بر علیه ایران درست میکردن. آه ایران داره فلان فلان میکنه، حالا دختران هم داره گذاشته برای فروش و فلان. اینو روسا آگهیشونه. آخرش هم میگه که و با زیباترین دختران منتظر شماست در روسیه. حالا بعضی از روزنامه‌های صهیونیستی جواب داده که روسا همه این چیزایی که میگن هستش، ولی آن چیزی که نمیدونن که در امریکا و اروپا وجود داره اونا ندارن. آموزش و پرورش در روسیه چرته. روسیه دانشگاه ماگیاشگاهشون به درد هیچی نمیخوره. اونجا آزادی وجود نداره. اونجا برخورد اجتماعی به درد نمیخوره. اونجا مردم راحت نیستن. در امریکا و اروپا یک شخص یا رئیس جمهور هر دو مساوی هستند در برابر قانون. در روسیه همچین چیزی وجود نداره. اروپایی‌ها به این عادت نکردن. بنابراین این درخواست روسا، فکر نمی کنیم کسی در اروپا از او استقبال بکنه. ببین روسا حتی به این راه متوسل شدن که هم تبلیغ بکنن، هم ایده‌ای از اروپایی‌ها رو بکشن که بیاد تو روسیه زندگی کنه. چون وضع روسیه اقتصادشون خرابه دیگه، شکی نیست. چون من یکی از دوستا تازه از اونجا اومده بود، میخواسته ببینه وضع اوضاعی بیزنس چطوره، بره اونجا بیزنس کنه، به من گفت هر جا سر زدم ماسکو و اطراف همه مالا خالی، توریست خبری نیست. جایی که میگم همیشه شلوغ پلوغ بود هیچ خبری نیست. خب تحریم دیگه، به هر حال تحریم اثراتشو داره و همجوری که اونها دارن در فلاکت زندگی میکنن در اروپا، کمبود بنزین، نبود غلات، خیلی چیزا گرونه، روسیه هم به همین شکل. بنابراین برای تحریم روسیه دست به این اقدام زده. صحبت کوتاه میکنم، میگم که کشورها برابر منافع خودشون تصمیمایی میگیرن که اون منافع مهمه. ایران هم خوشبختانه تا الان در تصمیم گیری در ارتباط با برجام بهترین شرایط داره. من اصلا نگران نیستم. اونهایی که نگران امضای برجامن، اونا یه منافعی دارن، ولی من هیچ منافعی ندارم. نه یک دلار جیب من میره، نه یک دلار از جیب من خارج میشه. من ایرانم که اومدم همش خرج کردم. بنابراین برای من چیزی که مهمه اگر این برجام امضا بشه، ایران بتونه پولاشو به دست بیاره، نفتش آزاد به قیمت روز بفروشه، بتونه با شرکت‌های مختلف داد و ستد انجام بده، با کشورهای مختلف همینطور. نگرانی امریکایی‌ها که خیلی علاقه دارن این برجام امضا بکنن به خاطر قدرت ایرانه. الان میگن که روسیه دست به دامان ایران شده، از اینا پهپاد گرفته،
داره تعلیم میبینه، ممکنه اسلحه دیگه هم بگیره. خب این یعنی چه؟ تا دیروز یادتونه ایران سیتیزن میگفتن آره ایران تحت کنترل روساست، هرچی روسا بگن میگن چشم. آقا دستگاه های اطلاعاتی امریکا رو بریم بخونین، تو روزنامه هستش دیگه. همین چند وقت پیش دیوید اگنشس در واشنگتن پست نوشته بود نگرانی اونا اینه که ایران دست بالا را داره، ایران داره کمکش میکنه، روسا به ایران احتیاج داره نه ایران به روسا. واسه همینه که دلشون میخواد که این برجام امضا کنن خواسته های ایران رو چون ببین در دایره قدرت تو واشنگتن اینه، میگه آقا شما اگر نمیتونید ایران را به طرف خودتون بکشید به عنوان دوست، حداقل سعی کنید که دشمن شما نباشه. ایران تو منطقه قویه، حرف اولو میزنه. این یه واقعیت. به هر حال دوستان خواستم فقط اینا را در با شما قسمت کنم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. با من در تماس باشید، اگر نظری مخالف موافق هر چی هست برای من بفرستید، براتون پخش میکنم. و از همه این مهمتر برای ایران دوستا باید بگم که نگران ایران نباشید، فقط من نگرانیم از قیمت ها در ایرانه، در غیر این صورت همه چی اوکیه. ولی اون گرانی منو خیلی نگران میکنه، چون گرانی را فقط دولت میتونه با خریدش مهار بکنه، هیچ تاجری نمیاد این کارو بکنه. این یه واقعیت. برای سپاسگزارم از وقتتون، وقت منم تموم شد. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار.